التیام شرم التیام شرم سمی که شما را بیمار می کند. علتها، تشخیص، پیشگیری، درمان. نویسنده جان برادشاو، مترجم علی اکبر قارینیت. فصل یک وجوه سالم شرم همه به حس شرم یا حیا نیاز دارند ولی هیچ کس به شرمنده شدن نیاز ندارد. فردریک نیچه تعریف شرم به خاطر های اولیه ی آن دشوار به نظر می رسد. شرم عبارت است از یک احساس سالم بشری که می تواند بیماری واقعی روح نیز باشد. همانطور که دو نوع کلسترول سالم و سمی وجود دارد، دو نوع شرم نیز وجود دارد. شرم فطری و شرم سمی یا تباه کننده زندگی. وقتی شرم سمی است یک تجربه داخلی مشقتبار از ظهور غیرمنتظره این احساس است. آن را از اعماق درون انسان می توان احساس کرد. این حس ما را از خودمان و از دیگران جدا می کند. وقتی احساس شرم سمی می شود خودمان را سرزنش یا انکار می کنیم و در لاک دفاعی فرو می رویم. شرم سمی به صورت اشکال و رفتارهای بسیاری ظاهر می شود. در این حالت شخص ساکت و کم حرف می شود و گمنامی و عدم سراحت را دوست دارد. جنبه تاریک و از شرم از حوصله این کتاب خارج است و آن را مطالعه نمی کنیم. چون شرم سمی یا ناسالم به صورت پنهان وجود دارد و خودش را آشکار نمی کند باید آن را پیدا کنیم. و این امر با یادگیری چگونگی تشخیص و اشکال و پوشش های رفتاری گوناگون آن امکان پذیر می شود. شرم به عنوان یک احساس سالم بشر ایده شرم به عنوان یک حس سالم برای مردم انگلیسی زبان ناآشناست. زیرا در انگلیسی برای شرم فقط یک کلمه داریم، شیم تا آنجا که من اطلاع دارم بیشتر زبانهای دیگر برای شرم یا حیا دو کلمه دارند. آنی بیل پاکت قدیمی رساله درباره شرم را آنی بیل پاکت متولد سال 1562 نوشته است. آگاهی من از کتاب پاکترا دو گفتگو درباره شرم از کتاب جامعه شرم و غرور نوشته دونالد ناتانسون حاصل شد. بنا به نظر ناتانسون پاکت را کتابش را در سی سالگی نوشت کتابش تنها کتاب محققانه درباره شرم بود تا اینکه داروین 300 سال بعد درباره شرم نوشت پاکت را چند ماه بعد از چاپ کتابش مرد فقط 38 نسخه از آن کتاب تا امروز به دست آمده است ناتانسون صاحب یکی از آنهاست و من به خاطر آنچه بعدا میآید مدیون او هستم در آغاز این کتاب پاکترا به ما میگوید که در کل شرم چیز خوبی است و قسمتی از وجود انسان به شمار می رود. طبق گفته پاکترا شرم ما را ترسو، متواضع و پشیمان می کند و باعث می شود از خودمان خشمگین شویم. پاکترا میگوید می گوید وقتی شرم بر ما غلبه می کند احساس می کنیم هیچ کاری بهتر از این نیست که فرار کنیم و از چشمان دنیا پنهان شویم. و همچنین شرم را به عنوان ترس از رسوایی تعریف می کند که ممکن است دستاویز دشمنش برای حمله به او قرار گیرد بنابراین شرم هم میتواند باعث ترس و هم شجاعت شود سالها قبل از رساله سیلوان تامکینگز پاکت را ثابت کرد که احساسات ما ذاتی هستند و اینکه آنها خوب یا بد هستند به روش استفاده از آنها بستگی دارد برای تمام عواطف یک معلفه قریزی و ذاتی وجود دارد و یک معلفه اکتسابی. بنابراین پاکترا می نویسد باید دو نوع شرم وجود داشته باشد. یک شرم طبیعی و ناخودآگاه و دیگری شرم اکتسابی. پاکترا شرم را معلم بشر می دانست، او معتقد بود که شرم بچه ها مانند دانه ای است که در جوانی به گیاه کوچکی تبدیل شده و در بزرگسالی به فضیلت و تقوا منجر می شود. پاکت را سرخ شدن را به عنوان نشانه خارجی شرم می دانست و معتقد بود که سرخ شدن به معنی این است که انسان هم تشخیص می دهد اشتباه کرده است و هم می خواهد اشتباهش را اصلاح کند 300 سال بعد داروین گفت سرخ شدن و چه تمایز ما انسان ها از تمام حیوانات دیگر است. داروین میدانست که ریشه سرخ شدن شرم است. به باور داروین شرم اساسی انسانیت ما را تعریف می کند. سیلوان تامکینگز شرم را به عنوان یک احساس فطری می داند که تجربه علاقه، کنجکاوی و لذت ما را محدود می کند. شرم به عنوان مجوز انسان بودن. شرم سالم به ما میفهماند که ما محدودیم. به ما میگوید برای اینکه انسان باشی باید محدود باشی. عملا انسان ها در اصل محدودند. هیچ کدام از ما نه قدرت نامحدود داریم و نه میتوانیم داشته باشیم. قدرت نامحدودی که بسیاری از پیشوایان مذهبی نوید آن را میدهند امید کاذب است. برنامه های آنها که ما را به سوی کسب قدرت نامحدود رهنمون می آنها را ثروتمند می کند، نه ما را. آنها انگشت روی خودخواهی کاذب و شرم ناسالم می گذارن. ما انسان محدود کاملا ناقص هستیم. محدودیت ماهیت ذاتی ماست. مشکلات بزرگی از عدم پذیرش محدودیت به وجود می آید. شرم سالم احساسی است که محدودیت هایمان را به ما می آموزد. شرم مانند تمام احساسات باعث می شود تا نیازهای اساسی ما برآورده شوند. حدود خودخواهی ایگو یکی از نیازهای اساسی ما ساختار ایگو یا غرور است. در ساختار غرورمان یک سیستم مرزی ایجاد می کنیم که در آن با امنیت کار می کنیم. ساختار غرور شکل زندگی ما را نشان می دهد. مرسا به ما امنیت می دهند و باعث می شوند تا از انرژی بهره بیشتری ببریم. یک لطیفه قدیمی درباره انسان می گوید انسان سوار اسبش شد و در تمام جهات حرکت کرد. ما بدون مرزها محدودیت هم نداریم و به آسانی سردرگم و پریشان می شویم. این طرف و آن طرف می رویم و انرژی زیادی را هدر می دهیم. یا راهمان را گم می کنیم یا اینکه عادت می کنیم زیرا نمیدانیم چه موقع بیستیم و نمیدانیم چگونه نه بگوییم. شرم سالم اصول نخستین را به ما یادآوری می کند. مانند چراغ زردی است که محدودیت های اساسی من را به ما یادآور می شود. شرم سالم مرز متافیزیکی یعنی ماورای طبیعت اساسی بشر است. نوع انرژی احساسی است که به ما نشان می دهد خدا نیستیم. نشان می دهد که ما مرتکب اشتباه خواهیم شد و به کمک نیاز پیدا خواهیم کرد. شرم سالم مجوز انسان بودن ماست. شرم سالم بخشی از قدرت شخصی هر انسان است و باعث می شود تا حدودمان را بدانیم و بنابراین از انرژیمان به صورت مؤثرتر استفاده کنیم. وقتی حدودمان را بدانیم جهت بهتری را در پیش خواهیم گرفت وقت خودمان را روی اهداف غیرقابل دسترس یا روی چیزهایی که نمی توانیم تغییر دهیم تلف نخواهیم کرد شرم سالم باعث می شود تا انرژیمان را به جای پخش کردن متمرکز کنیم مرحله تکامل شرم سالم عکس یک و دو در قسمت پست ها مروری دارد بر چگونگی گسترش و رشد احساس شرم در تمام دوران زندگیمان. این نمودار پسزایشی است یعنی اینکه هر مرحله روی مرحله قبلی تشکیل می شود. از آغاز لازم است بدانیم که می به دنیا اعتماد کنیم. دنیا در آغاز نقش حافظ و خالق اولیهمان را بر عهده دارد. باید بدانیم که می توانیم نمود کنیم که کسی به دلایل انسان دوستانه برای ما در اینجاست. اگر بپذیریم قدرتی است که قابل پیش بینی است و ناظر اعمال و رفتار ماست، اعتماد به نفس پیدا می کنیم و وقتی امنیت و اعتماد وجود داشته باشد، پیوند میان فردی رشد می کند و یک پل همدلانه دو جانبه تشکیل می شود. چون این پلی برای داشتن عزت نفس بسیار مهم است. تنها راه برای اینکه یک بچه بتواند عزت نفس داشته باشد رابطه داشتن با بچه دیگر است قبل از اینکه من باشیم ما هستیم در مرحله اولیه زندگی خودمان را فقط می از چشمان والدینمان ببینیم. پول میان فردی رابطه بین بچه و والدین به تدریج خارج از علایق دو جانبه همراه با تجربه های مشترک اعتماد تکامل پیدا می کند. عملا اعتماد بر اساس تکیه بر واکنش های دو جانبه شکل می گیرد. وقتی اعتماد بیشتر می شود، پیوند هیجانی شکل می گیرد. پیوند هیجانی به بچه این امکان را می دهد که جرأت پیدا کند و شناخت بیشتری از دنیای اطراف داشته باشد. این پیوند پل میان فردی بین بچه و والدین می شود. این پل اساس رشد و درک دو جانبه است. پل میان فردی با تجربیات معینی که باید بپذیریم و به آنها پایبند باشیم تقویت می شود. شخص دیگر سرپرست اولیهمان مهم می شود. زیرا محبت، احترام و مراقبت آن شخص برای ما واقعا اهمیت پیدا می کند. به خودمان اجازه می دهیم تا آسیب پذیر باشیم زیرا به شخص دیگر نیاز پیدا می کنیم. شرم به صورت کمرویی وقتی اعتماد اساسی ایجاد شد احساس شرم بچه بروز می کند. اولین ظهور احساس شرم معمولا در شش ماهگی رخ می دهد. در آن سن بچه با چهره مادرش آشنا می شود. وقتی چهره یک غریبه ظاهر می شود، مثلا شاید یکی از بستگان برای اولین بار به دیدن بچه آمده باشد. بچه هنگام نگاه کردن به چهره فرد غریبه شرم را به صورت کمرویی تجربه می کند. بعضی از بچه ها با تندخویی خجالت کشیده و خود را عقب میکشند ولی تمام بچه ها در حضور کسی که ناآشناس خجالت میکشند. شرم به عنوان یک محدودیت برای کنجکاوی. رشد شرم سالم. شش ماهگی تا هجده ماهگی. ساختمان ازولانی بچه در حدود 6 تا 18 ماهگی شروع به رشد کرده و نیاز به ایجاد تعادل بین ایستادن و راه رفتن پیدا می کند. با اولین رشد ماهیچه ها روی زمین می خزد و سپس می استد و راه می رود. اکنون دوست دارد دور اتاق پرسه بزند، نگاه کند و برای پرسه زدن و گشتن باید از مادرش جدا شود. مراحل اولیه ترک کودک با لمس کردن، چشیدن و امتحان کردن بسیاری از جنبه های جذاب محیط آغاز می شود. در این مرحله بچه ها فاقد هرگونه هماهنگی و آگاهی لازمند. نوه من جکسون در این مرحله دوست داشت سرش رو داخل وان حمام کند. وقتی او را از این کار معنی می کردیم چشمانش را می بست. کودکان 6 تا 18 ماه جادویی اندیش هستند. نوه من جکسون چشمانش را میبندد و ما از نظرش ناپدید میشویم و ذهن جادویی او اگر او نتواند ما را ببیند فکر میکند ما هم او را نمیتوانیم ببینیم بستن چشمها از های شرم است زیرا شرم مانع افشای بیشتری میشود وقتی رازمان فاش میشود و راهی برای حفاظت از خودمان نداریم از شدت شرم درد میکشیم اگر این افشاگری و شرم ادامه پیدا کند به شرم ناسالم یا سمی تبدیل می شود. 18 ماهگی تا 3 و نیم سالگی روانشناس معروف اریک اریکسون می گوید که هدف روانشناسی در این مرحله رشد ایجاد تعادل بین خودمختاری و شرم و تردید کودک است. این مرحله 18 ماه تا 3 و نیم سالگی را مرحله جستجوهای خطرناک می زیرا بچه سعی می کند همه چیز را با لمس کردن و چشیدن امتحان کند. بچه های دو ساله در مرحله ضد وابستگی هستند. آنها نیاز به جدا شدن پیدا می کنند و لجباز می شوند. آنها کار خودشان را می کنند. جلوی چشم مادر یا پرستارشان. وقتی مدام بچه های دو ساله را از انجام دادن کاری منع می مثلا هر سه دقیقه شدیدن عصبانی و تندخو می شود. در این مرحله بچه می خواهد اشیا را در اختیار بگیرد تا دوباره به آنها دست بزند و امتحان کند. دنیا از نگاه کودک جدید است. صداها، نگاهها، بوها و همه باید به طور مکرر امتحان شوند. نیازهای کودک این مرحله را تولد دوم یا تولد روانشناسی کودک می نامند. در این مرحله بچه شروع به جدا شدن از مادرش می گفتن نه مال منه و تندخویی ها نخستین واکنش ها و آزمودن مرز هاست. آنچه کودک در این مرحله بیش از همه نیاز دارد مادری قاطع ولی آگاه است که او هم به نوبه خود احتیاج دارد نیازهای خودش از طریق همسرش یا منابع خودش برآورده شود. چون این مادر یا مراقبی نیاز دارد این موضوع در روابط خودش حل و فصل شود و نیازمند داشتن احساس مسئولیت است. در این حالت چون این مادری می تواند نیازهای کودک را برآورده کند. هیچ کدام از والدین کامل نیستند و هیچ کدام نمی توانند این وظیفه را به طور کامل انجام دهند. رفتار و کردار آنها باید در حد خوب کافی باشد. الگوها کودک نیاز به الگو برداری خوب از شرم سالم و عواطف دیگر دارد. کودک نیاز به وقت و توجه مادر یا پرستارش دارد. مهمتر از همه کودک نیاز به این دارد که مادرش سرمشق خوبی برای او باشد. کودک نیاز دارد تا مادرش محدودیت های لازم را برایش مشخص کند و در صورت لزوم از خود را به طور آشکار نشان دهد. کنترل بیرونی کودک باید به طور دقیق و قاطع انجام شود. دکتر ماریا مونتسوری پزشک و استاد ایتالیایی که بنیانگذار روش آموزش با تاکید بر آزادی حرکت و تعلیم حواس بود دریافت که یک محیط آماده اشتیاق والدین را افزایش می دهد. محیط و شرایط آماده نیازهای منحصر به فرد کودک را در هر کدام از مراحل رشد پوشش میدهد. دکتر مونتسوری این نیازها را دوره های حساس نامید. کودک میخواهد بداند پل میان با تقاضای جدیدش برای انجام دادن کارها به روش خودش تمایل جدیدش به طرف خودمختاری خراب نمی شود. اریکسون در کتاب کودکی و جامعه می نویسد قاطعیت باید او را در مقابل بینظمی بالقوه حفظ کند و باعث شود تا با احتیاط راه برود. اگر کودک را بتوان با قاطعیت ولی با دلسوزی و محبتهای محدود محافظت کرد اگر او بتواند بدون صرف نظر از محبت مادر یا مراقب یا صرف نظر از پل میان فردی بدخلقی ها را امتحان کند و جار و جنجال داشته باشد آنگاه یک حس سالم شرم در وجودش رشد می کند. این حالت ممکن است به صورت خجالت کشیدن کودک از شکستای معمولیش یا به صورت کمرویی یا ترسو بودن در حضور قریبه ها یا به صورت آغاز احساس گناه به علت پذیرش محدودیت های والدینش از روی هیجان و لذت نمود پیدا کند. این احساس شرم برای ایجاد تعادل و محدودیت برای مختاری کودک مهم و ضروری است. شرم سالم به ما نشان می دهد که ما قادر مطلق و همه فنحریف نیستیم. وقتی با غریبه ها یا تجربیات جدید بیگانه مواجه می شویم، کمروی و خجالت همیشه با ما همراه است. بنابراین تعریف غریبه کسی یا چیزی است که برای ما ناآشنا است. غریبه از خانواده ما نیست. غریبه ترس ناشناخته ای را القا می کند. کمروی ما در حضور یک غریبه شرم سالمی است. مانند تمام احساسات شرم به ما علامت می دهد که محتاط باشیم و ملاحظه کنیم که ممکن است آسیب ببینیم یا رازمان فاش شود. کمرویی مرزی است که هسته درونی من را در حضور بیگانه ناآشنا حفظ می کند. کمرویی وقتی می تواند یک مشکل جدی باشد که ریشه در شرم ناسالم و سمی داشته باشد. شرم به عنوان گناه گناه سالم شرم اخلاقی است. قواعد و محدودیت هایی که کودکان از والدینشان یا از محیط تجربه می نهادینه شده و به ندای درونی آنها تبدیل می شود که راهنما و محدود کننده رفتارشان می گردد. گناه متولی وجدان است و وجدان کودکان در دوره پیش شکل می گیرد. شرم در نقش خجالت و سرخ روی. وقتی کودکان در دوران پیش از دبستان رشد می کنن، متوجه بدن و هویت جنسی خودشان می شود. شرم سالم اساس رشد حالت و احساس فروتنی و حجب و حیاست. حالات و حجب و کودکان پیچیده تر می شود و شرم را به صورت خجالت و سرخرویی آشکار می کند. بچه های پیش از دبستان و دبستان اجتماعی تر می و گاهی اوقات از افشای غیر منتظره یک چیز خجالت می کشند و سرخ می شوند. در یک وضعیت خجالت آور شخص قافلگیر می شود. یعنی با وضعیتی روبرو می شود که آمادگیش را نداشته است. شخص احساس می کند در حضور دیگران از مقابل با این وضعیت ناتوان است. ممکن است یک زشتی جسمی غیرمنتظره یک حساسیت میان فردی یا نقض آداب معاشرت باشد. در چنین وضعیتی شرم سالم را تجربه می کنیم و سرخ می شویم. سرخ شدن نشان دهنده ماهیت ظاهری غیر منتظره و غیر ارادی بودن شرم است. هلن لیند در کتاب درباره شرم و ماهیت آن می نویسد احساس انسان به صورت غیر ارادی بروز می کند و ماهیت انسان را آشکار می سازد. سرخ شدن نمایش و آشکارسازی محدودیت های بشر است. قابلیت سرخ شدن کنایه است بر انسانیت محدود ما. سرخ شدن و خجالت کشیدن با قرمز شدن صورت شخص یا صورت خود را پنهان کردن یا سر را پایین انداختن همراه است. با شرمساری میدانیم که اشتباه کرده ایم. اگر اشتباهات جزئی از ماهیت ذاتی ما نباشند چرا چنین ظرفیتی داشته باشیم سرخ شدن به عنوان نشانه ای از شرم سالم است که ما را در جا میخکوب می کند. مرز اساسی انسانیت را به ما یادآور می شود. هشداری است برای ما که از فضیلت خودمان دور نشویم. شرم به عنوان منبع خلاقیت و آموزش زمانی که با ریچارد باندلر یکی از بنیانگذاران برنامه نویس عصبی کارگاه داشتم تجربه بسیار خوبی بود. یک جنبه آن تجربه را هرگز فراموش نکردم. ریچارد از ما خواست درباره زمانی از زندگیمان فکر کنیم که میدانستیم حق با ما بود. بعد از چند ثانیه به یاد درگیری که با همسر سابقم داشتم افتادم. او از ما خواست تا این تجربه را در ذهنمان مرور کنیم سپس از ما خواست تا از آن تجربه در ذهنمان یک فیلم بسازیم آن را به چند قسمت تقسیم کردیم و به صورت فیلم درآوردیم سپس از ما خواست تا فیلم را به عقب برگردانیم بعد ما باید ترتیب قسمت ها اعمال را به هم میزدیم. قسمت وسط اول می آمد، قسمت آخر وسط و غیره. بعد ما باید این تجربه را دوباره مثل همان دفعه اول انجام میدادیم. ما باید به جزئیات تجربه و به احساس محق بودن توجه دقیق می کردیم. وقتی فیلم این تجربه را در ذهنم مجددا نمایش دادم دیگر آن ولتاژ دفعه اول را نداشت. در واقع من چیزی از آن شدت اولیه را احساس نکردم. ریچارد داشت ما را با نوعی خلق دوباره نقشه داخلی یا باطنی معروف به کار ساب آشنا می کرد. ولی آن کار برای من مهم نبود. آنچه برای من مهم بود عبارتی بود که ریچارد درباره خلاقیت به کار برد. از نظر من بزرگترین قدرت بشر قدرت خلاقیت است. خودکمبینی سالم ریچارد باندلر گفت که یکی از موانع عمده خلاقیت احساس محق بودن شماست. وقتی فکر می کنیم کاملا محق هستیم به دنبال اطلاعات جدید نمی رویم. محق بودن یعنی مطمئن بودن و مطمئن بودن شما را از کنجکاو بودن باز می دارد. کنجکاوی و تعجب قلب تمام عمل یادگیری است. افلاطون گفت که تمام فلسفه با تعجب و شگفتی آغاز می شود. بنابراین احساس اطمینان کامل و درستکاری باعث توقف جستجو و یادگیری می شود. شرم سالم ما که احساس مرزهای اصلی و محدودیت های ماست هرگز به ما اجازه نمی دهد که باور کنیم همه چیز را می دانیم. شرم سالم این انگیزه را در ما ایجاد می کند که به دنبال اطلاعات جدید و یادگیری چیزهای جدید باشیم. احساس حقارت یا خودکمبینی را می توان به صورت یک محدودیت سالم برای تواناییمان به حساب آورد. شرم به عنوان نیاز اساسی جامعه شرم اجتماعی یک زربل قدیمی می گوید یک انسان به تنهایی انسان نیست. این زربل نیاز اساسی ما انسانها را به اجتماع نشان می دهد که بر نیاز به روابط و زندگی اجتماعی تأکید می کند. هیچ کدام از ما بدون نیاز به دیگران نمی توانیم جامعه را تشکیل دهیم. انسان ها به کمک همدیگر نیاز دارند. هیچ کدام از ما آنقدر قوی نیستیم که به عشق، محبت، صمیمیت و گفتگو در جامعه نیاز داشته باشیم. قبل از آن که آماده ترک خانه و خانواده باشیم، چند دهه به والدینمان نیاز خواهیم داشت. ما بدون وابستگی به والدینمان نمیتوانیم نیازهایمان را برآورده کنیم. احساس سالم شرممان در اینجا به ما یادآوری می کند که اغلب به کمک دیگران احتیاج داریم. هیچ انسانی به تنهایی نمیتواند این نیازها را برآورده کند. حتی بعد از آنکه احساس مهارت و برتری پیدا کردیم حتی وقتی مستقل شدیم هم نیاز به کمک خواهیم داشت نیاز به محبت و رشد خواهیم داشت نیاز خواهیم داشت که از دیگران مراقبت کنیم و نیاز خواهیم داشت که نیازمند باشیم شرم ما به عنوان یک نشانه سالم به ما میگوید که به کمک نیاز داریم به عشق و محبت و به داشتن روابط سالم با دیگران نیازمندیم. بدون نشانه سالم شرم نمی توانیم به نیازهای اساسی وابستگیمان دست پیدا کنیم. سن مدرسه شرم اجتماعی در سن مدرسه بروز می کند و بچه را از تمایز اجتماعی و قواعد و اصول زیبایی و موفقیت فرهنگ جامعه آگاه می کند. موقعیت مالی، قومیت، هوشمندی، معروف بودن، ظاهر جسمی، توانایی ورزشی و استعداد همه به احساس شرم شخص کمک می کنن. بسیاری از هنجارها و قواعد اجتماعی گاهی اوقات منجر به شرم ناسالم می شوند. ولی اگر بچه ها از طرف والدینی که الگوی خوبی برای ارزش های معنوی هستند در خانه عشق و محبت خوب دریافت کنند می توانن خود را از آلودگی های جامعه دور نگه دارند. سن بلوغ شرم جنسی وقتی انگیزه های جنسی بروز می کند احساس شرم بیش از هر زمان دیگر در دوران زندگی فعالتر می شود. تجربه اولیه رابطه جنسی همواره با ترس و ناشناختگی همراه است. امروز ما آن چیزهایی را که قدیمیها اسرار تناسلی مردانه و محبلی مینامیدن نداریم. توماس مور در کتابش به نام روح سکس درباره اسرار رابطه جنسی به طور نیشدار و تندوتیز و می نویسد. در فرهنگ بیشرم ما رابطه جنسی فردیت زدایی شده و به یک حقیقت تبدیل شده است نه یک ارزش مقدس والدین باید برای رابطه جنسی خودشان حرمت و احترام خاصی قائل شوند و برای فرزندانشان یک الگوی مناسب باشند شرم به عنوان یک اثر کمکی در پیشگفتار جدید گفتم که اساس این کتاب نظریه سیلوان تامکینگز درباره سیستم اثر و شرم به عنوان یک اثر کمکی است یعنی اینکه شرم هیجان انگیزش و لذت را نشان می دهد. طبیعت تجربه جنسی را در میان تمام تجربیات هیجان انگیزترین و لذت بخشترین قرار داده است. رابطه جنسی و شرم مکمل و همراه یکدیگرند. زیرا احساس شرممان را به عنوان مرز خواسته های جنسیمان نیاز داریم. دوران جوانی زمانی است که تحول بیولوژیکی اساسی بدن از کودکی تا بزرگسالی صورت گرفته باشد و در این دوره تحولات بدن شخص بیشتر نمایان می شود. در دوران بلوغ خجالت آنقدر شدید و ناراحت کننده است که نوجوانان وقتی در مقابل دیگران قرار می گیرند برای حفاظت از خودشان بسیار محتاطند. تعلق خاطر داشتن به گروه همسالان از درجه اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. احساس کامل هویت فرد در دوران جوانی از باهم بودن به وجود می آید. اگر کسی قبل از دوران جوانی اساس تربیتی خوب داشته باشد، به راحتی می تواند احساس هویت خود را بشناسد. هویت همیشه یک ویژگی اجتماعی است و انسان احساس می کند باید خودش را با دیگران وفق دهد. دوستان، معلمان و والدین. دوران جوانی زمانی است که مغز به پختگی کامل می رسد. زمان در سر پروراندن و آرزوها، پرسشگری و نگاه به آینده است. به قول فیلسوف توماس آکویناس، یک جوان نیاز به انضباط ذهنی دارد. انضباط ذهنی تمرکز مرتب بر مطالعه و تفکر نوعی اعتدال و خویشتنداری مغز است عکس آن پریشانی ذهنی است که نوعی آشفتگی و سرگردانی ذهنی نامحدود در تمام جاهاست شرم سالم در این مرحله منبع شخصیت خوب تمرکز مرتب به آینده و کارهای پژوهشی در پیگیری علایق فکری است عشق و دلبستگی قدرت پل میان فردی همراه با حس هویت اساس یک رابطه عشقی سالم در دوران بزرگسالی را تشکیل می دهند. فردی که دارای شرم مسموم است در خودش فرو می رود و خود را جدا می کند تا پوششی برای پنهان کردن حس معیوب بودن و ایراد داشتن خودش ایجاد کند. اگر شما شناخت واقعی از خودتان نداشته باشید، نمی توانید خودتان را به فرد دیگری معرفی کنید. رفتار معاشرتی با داشتن دلبستگی قوی و محکم با اشخاص مرجع و داشتن حس عزت نفس بالا شخص احساس می کند دوست داشتنی است و می خواهد دیگران را دوست داشته باشد. فردی که دلبستگی قوی و اعتماد به نفس خوب دارد می تواند با دیگری رابطه صمیمی برقرار کند. سمیمیت به آسیب پذیری و نداشتن حالت دفاعی نیاز دارد. صمیمیت نیازمند شرم سالم است. بیشتر مردم وقتی ازدواج می کنن یا وارد یک رابطه دراز مدت می شوند، راهی برای افزایش و بهبود صمیمیت و مهارت های در پیش می گیرند. ولی مهمترین موضوع درباره یک رابطه متعهدانه این است که خود رابطه نوعی درمان است. اگر هر دو طرف رابطه متعهد باشند بیشتر اختلافات را می توان حل کرد و حتی کیفیت رابطه را بهبود بخشید. شرم به عنوان احساس ریشهای فروتنی و تواضع به هر کدام از طرفین رابطه اجازه می دهد تا ضعفها و خصوصیات اخلاقی طرف دیگر را بپذیرند و به آنها احترام بگذارند. دانستن و پذیرفتن محدودیت های خودم به من این امکان را می دهد تا به محدودیت ها و ضعف های شریک زندگیم احترام بگذارم و آنها را بپذیرم. ابراز و دریافت عشق غیرشرطی مؤثرترین و قدرتمندترین روش برای تکامل و خوشبختی شخص است. خلاقیت و قدرت آفرینندگی میگویند افراد خلاق در هر پدیده واقعی مشخص بیشتر از دیگران قدرت نگرش دارند هرچه آنها شرم سالم را به صورت هسته فروتنی و تواضع بیشتر داشته باشند بیشتر میدانند که دانش و آگاهی آنها کسر کوچکی است از آنچه باید بدانند کسی که شرم همراه با فروتنی دارد آغوش خود را برای داشته های جدید و یادگیری باز می کند. وقتی فرد علاقه مند و کنجکاو آدم منضبطی هم باشد فرمول درستی برای خلاقیت دارد فیلسوف بزرگ نیچه میگوید عمل خلاق دارای هر دو عنصر دیونیسوس و آپولو است عنصر دیونیسوس نشان دهنده علاقه و دلبستگی شدید به یادگیری است عنصر آپولو نشان دهنده شکل و ساختاری است که باید راهنمای هر عمل واقعا خلاق باشد موسیقی با مقیاس دیاتونیک یا تراوایی و شعر با کلمات و اشکال وزن شعر محدود می شود. دنیا پر است از افراد با ایده های خوب و خیال پردازی هایی که هرگز به بار ننشستند زیرا حدود مشخص نداشتند. آفرینندگی شخص لازم نیست حتما آهنگ بسازد یا شعر بگوید تا مولد یا آفریننده باشد. والدین خود نوعی آفریننده اند. کاشتن گیاهان و درختان و مراقبت از تمام اشکال زندگی از رفتارهای آفرینندگی محسوب می شوند. بودن در تجارتی که محصولات مفید تولید می کند و موجب بهبود کیفیت زندگی می شود کار مولد است. هرچه افراد دارای شرم سمی جلوتر می روند، تنبلتر و بیحالتر می شوند. آنها در یک حالت دفاعی و مرموز زندگی می کنند. آنها سعی می‌کنند بیشتر از انسان کامل و کنترل کننده یا کمتر از انسان با رفتار اعتیادآمیز بی علاقه به زندگی، خموده و غیر فعال باشند. شرم عزیز و محترم است. شرم سالم وقتی منبع عزت و احترام است که عظمت و راز و رمز زندگی را تجربه کنیم. راز زندگی زیستن است. این راز ممکن است نگاه کردن به عظمت فضا در یک شب پرستاره یا تجربه اسرار تناسلی مردانه و محبلی یا تجربه باردار بودن فرزند خودمان، تولد و رشد به روش منحصر به فرد خودمان یا متحیر شدن از اسرار کشف علمی یا معجزات نگفتهی که در سراسر زندگیمان رخ دادهاند باشد. تمام اینها باعث می شود اندکی تعمل کنیم و به ناتوانی و به کوچکی و حقارت خود در برابر عظمت دنیای واقعی بیاندیشیم. شرم مقدس گفتیم شرم عزیز و قابل احترام است و این ما را مستقیما به مفهومی هدایت می کند که عالم الهیات رودالف اوتو آن را ایده مقدس نامید. اوتو تجلیهای خدا ظهور خدا در انسان را در تمام کتاب های مقدس مذاهب جهان مطالعه کرد. او تجربه خداوند کریم را به صورت اسرارآمیز تعریف کرد و آن را یک تجربه مقدس و رازگونه نامید و به این صورت توضیح داد. رازی که با گیرایی مسهور کننده ما را جذب می کند و همزمان ترسناک و با عباحت است. هر کسی که دارای شرم سالم است و آن را برای عظمت زندگی عزیز و محترم می شمارد باید قدردان خداوند باشد. سنت آگوستین میگوید گوید وای برانهایی که از خداوند سخن می پس در درگاه خداوند ساکت باشید. ما نمی بدون پرسیدن از مفهوم و هدف زندگی محدودیت های مشخص خودمان را تجربه کنیم. و نمی این نتیجه عقل سلیم را نادیده بگیریم که قدرتهای بالاتر بسیاری هستند که زندگی من را شکل می دهند. بسیاری از مردم قدرت بالاترشان را خدا می نامن. عالم بزرگ کلیسای لوتران پاول تلیچ می گوید چون عشق فردی و صمیمیت بالاترین شکل زندگی حیوانی است بنابراین خالق نمی تواند کمتر از شخص باشد. شرم به عنوان منبع معنویت آبراهام ماسلو روانشناس پیشگام در کتاب یافته های جدید طبیعت بشر می نویسد زندگی معنوی بخشی از ماهیت بشر است. یکی از ویژگی های مشخص طبیعت بشر است که بدون آن طبیعت بشر کامل نیست. معنویت شامل خداوند می شود. معنویت باید با زندگی درونی ارزش ها و با فنایمان و احترام به اسرار زندگی و حرمت قائل شدن به آنها سر و کار داشته باشد. معنویت درباره عشق، حقیقت، خوبی، زیبایی، بخشش و نگرانی است. معنویت درباره کمال تکامل است. معنویت نهایت نیاز انسانی ماست. معنویت ما را به درجه متعالی میرساند و منبع واقعیت ما می شود. شرم سالممان به عنوان اساس معنویت ما لازم و ضروری است. با یادآوری محدودیت های اساسیمان شرم سالممان به ما یاد میدهد که بدانیم خدا نیستیم. شرم سالم در جهت مفهومی بزرگتر ما را رهنمون می شود. شرم سالم، اساس روانشناسی فروتنی ماست.